هللویا خداوندم، هللویا جلال بر نام عیسی مسیح. شکر میکنم برای گروه پرستش زمان. خدا برکتتون بده، خدا برکتتون بده، خدا برکتتون بده. شکر و جلال بر نام عیسی مسیح، شکر و جلال بر نام قدوس عیسی مسیح، شکر و جلال بر نام خدایی که بود، هست و تا ابد الآباد خواهد بود. شکر و جلال بر نام قدوس خدای زندمون. شکر، شکر، شکر. هللویا خداوندم، هللویا خداوندم، هللویا خداوندم، هللویا، 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 هللویا. آدم بعضی موقع وقتی میخواد چراغ رو روشن کنه دستش نفتی میشه، ولی چراغ باید روشن شه، چراغ باید روشن شه، چراغ خدا باید روشن باشه، نور خدا باید روشن باشه. هر چند دستت نفتی شه، ولی باید نور خدا روشن باشه. در نام پرجلال مسیح عیسی خدای زنده، شکر، 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 شکر برای دخترای با حکمت، شکر برای دخترای پر از عشق، شکر برای دخترایی که همه مادران آینده هستن، اونایی که هنوز مادر نشدن، شکر برای همه مادرایی که تا به امروز ایستادن و فرزندانشون رو برکت دادن، میدن و خواهند داد. شکر برای همه مادرایی که واقعا با تمام دل و جانشون برای فرزندانشون توی زندگی ایستادگی کردن. شکر میکنیم و جلال میدیم نام خدا رو و این روز مادر رو متبارک اعلام میکنیم به نام عیسی مسیح، متبارک اعلام میکنیم به نام پرجلال عیسی مسیح، به نام پرجلال عیسی مسیح. شکر خداوندم، شکر عیسی مسیح، شکر پدر، شکر پدر. امروز شعله سوم شمع ادونت هم روشن کردیم، یه دونه دیگه مونده که هفته دیگه از آخرین شمع قرار روشن شه. امروز قراره خیلی دعا کنیم، خیلی زیاد در دعا باشیم، خیلی زیاد اعلان کنیم، نبوت کنیم، یک دل با هم باشیم و میخوایم سال آینده به نام پرجلال عیسی مسیح دریافت کننده باشیم. به نام پرجلال عیسی مسیح میخوایم دریافت کننده باشیم. یکی از اولین چیزایی که توی کتاب مقدس بهش فکر میکردم وقتی ابتدا در اوایل کودکی و ایمانم بود، چون مانند یک کودک به ایمانم نگاه میکردم، هرگز مثل یک آدم بزرگ از باب علم نگاه نکردم، مثل یک کودک عاشق به خدای خودم نگاه کردم و کلام رو خوندم و همیشه دعا میکردم و روزه میگرفتم که خداوند رازهای نهان رو آشکار کنه. و یکی از بزرگترین رازهایی که من تا به امروز تا حدود خیلی کوچولویی بهش رسیدم، راز عشق، راز عشق، راز عجیبیه. وقتی با تمام دل و جان و فکرت در عشق دعا میکنی انجام میشه، انجام میشه. وقتی با تمام دل، فکر و جانت بر صخره و پایه عشق دعا میکنی انجام میشه. خیلی عجیبه. شاید حتی توی دوران زندگیتون قبل از ایمان، قبل از اینکه با خدای زنده آشنا بشین، براتون اتفاق افتاده باشه، زمانی که با تمام دل، جان، فکر به واسطه عشق دعا کردین، دریافت کردین. و عشق خداونده و به این دلیل ما همیشه دریافت کردیم. یکی از سوالایی که از خدا من همیشه داشتم این بود، خدایا هر چقدر من توی دانشگاه هم تاریخ مکتوب کشورهای قدیمی رو در دانشگاه سوئد خوندم
وقتی درس فلسفه رو میخوندم، تاریخ هم در کنارش میخوندیم و میدیدم یکی از قدیمی ترین و پرقدمت ترین تاریخ های مکتوب کره زمین ایران خودمونه، یا پرشین یا ایلام. و همیشه تعجب میکردم چطوریه که این تاریخ کهن قوی و پر از اتفاقای جور و جور، تاریکی همیشه برش قدرت داشته، همیشه درد داشتن، هیچ وقت موفق نبودن جز یه دوره بسیار کوتاه در زمان کوروش بزرگ و یه دوره بسیار کوتاه در زمان پدر و پسر، اون شاه و فرزندش که در ایران سلسله پهلوی، یه دو تا دوره بسیار کوچولو رو ما مزه کردیم که کشور ما یه ذره آرامش اومد. چرا باقیش نبوده؟ چرا در تمام تاریخ همیشه درد بوده و مشکلات بوده؟ و خداوند امشب میخوام خیلی ساده براتون این رو باز بکنم. در کتاب متا باب 2، همه تون خوندینش، همه تون حتما خیلی راساشو بلدین. بعضی موقع بعضی چیزها رو ما برای تکرار و یادآوری دوباره اعلام میکنیم، فقط همین. باب 2 که سارای عزیز خوند از روش، کتاب متا باب 2 از آیه 1 اینجوری میگه: و چون عیسی در ایام هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت، ناگاه مجوسی چند از مشرق به اورشلیم آمده گفتند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است، زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم. اولین کسایی که توی کره زمین خبردار شدن از اینکه خداوند جسم قرار بپوشه و روی زمین متولد شه، اولین کسایی که این اتفاق افتاد براشون فهمیدن ایلامیای خودمون بودن. ولی یه نکته خیلی کوچولو اینجاست، وقتی تاریخ رو میخونیم، وقتی مطالعه های بیشتری داریم و وقتی کلام رو به قوت روح القدس میخونیم، زمانی که این چند مجوسی نور ستاره تولد عیسی مسیح رو در بیت لحم دیدن و به سمتش حرکت کردن، شب بود و تاریکی و ظلمت در ایران بود، در نقطه‌ای که ظلمت کامل توی ایران بود تونستن این ستاره رو ببینن، در تاریکی مطلق. و شما میدونین که در روشنایی نمیشه ستاره رو دید، در تاریکی مطلق. پس در نقطه از زندگیشون قرار داشتن این مردان مجوسی که زندگیشون رو تاریکی فرا گرفته بود و به دنبال نقطه امیدی و به دنبال نقطه شروعی تازه در زندگیشون، شروعی حقیقی، به دنبال اون میگشتن در تاریکی‌های درون خودشون. بعضی موقع ما توی زندگیمون به یه نقطه‌هایی میرسیم، منهای ظاهرمون رو که مرتب میتونیم درست کنیم، آماده کنیم، ولی در درون خودمون به بنبست‌های شخصیتی، به بنبست‌های انسانی، به بنبست‌های افکاری میرسیم، به بنبست‌هایی در زندگیمون برخورد میکنیم که فکر میکنیم برای جلو رفتن و ادامه زندگی قدرت و قوت پامون حتی تواناییش نداره ما رو حرکت در بیاره. بنبست‌های متفاوت در زندگی. و اونجاست که این مجوسی‌ها به جای وادادن و رها کردن، به دنبال نور امیدی که شنیده بودند، خدای اسرائیل شنیده بودند، بر حسب ستاره شناسی که کرده بودند متوجه شده بودند خدا قرار به صورت نوری ظاهر بشه و قرار زنی توی ستاره ها دیده بشه که آبستنه و قرار باردار بشه، و به دنبال اون شکل زن گشتن و به دنبال اون
حاملگی و بارداری زن گشتن به دنبال اون بچه که تولد پیدا کرد به شکل یک ستاره در آسمان گشتن و اون ستاره رو، نه اون زن رو، اون ستاره رو دنبال کردن و فهمیدن اون ستاره قراره در بیت لحم اورشلیم به دنیا بیاد. ولی در اوج تاریکی و بنبست‌های شخصیتی و اجتماعی خودشون، تنها راه نجات و آرامش رو پیدا کردن منجی عالم دیدن و به سمتش رفتن. در کتاب متی باب 4، بعد از اینکه عیسی مسیح در بیابان آزمایشا انجام میشه، در آیه باب 4 کتاب متی آیه 16 خداوند اینجوری میگه: قومی را که در ظلمت ساکن بودند نوری عظیم دیدند و بر نشینندگان دیار موت و سایه آن نوری تابید. و خدا میگه اون قومی که در ظلمت ساکن بودند، اون قومی که در تاریکی ساکن بودند ولی خدا رو دوست داشتن و به دنبال خدا میگشتن، اون قوم، اون مردم، اون افراد، اون اشخاص قراره نور رو ببینن و نور رو دیدن در اوج تاریکی و نور انتخاب کرد که بر اونها بتابه. این آیه این رو نشون میده، نور انتخاب کرد بر اون قوم بتابه. کتاب متی باب 21، قبل از اینکه بریم توی روح دعا، کتاب متی باب 21 از آیه 42 خدمتون میدم. عیسی مسیح وقتی شاگردا همه نشسته بودن با آنها گفت: مگر در کتاب هرگز نخوانده اید اینکه سنگی را معمارانش رد نمودند همان سر زاویه شده است؟ این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است. از این جهت شما را میگوییم که ملکوت خدا از شما گرفته شده، به امتی که میوهش را بیاورد عطا خواهد شد و هر که بر آن سنگ افتد منکسر شود و اگر آن بر کسی افتد نرمش سازد. کلمه امتی را وقتی نوشته به امتی داده شود، این کلمه به یونانی وقتی مطالعهش میکنیم معناش به این شکله، از کلمه اتنوس میاد، میشه hidden world, hidden people، یعنی قوم و شهری که قایم شده، به معنای اعلام، به معنای ایلام، به معنای اسرار قایم شده، به معنای جوان چه زن چه مرد، به معنای همیشگی، به معنای یک ملیت. کلمه قومی آغوشت همیشه باز باشه، زبان تک گوشتیه در بدن که آتش ها به پا میکنه. وقتی دهان رو میبندیم قدرت زبان رو ازش میگیریم. در نام عیسی مسیح
با نگاه به عیسی مسیح. نگاه به عیسی مسیح نیست که عکسشو بزنیم روی دیوار، هر روز عکس عیسی مسیح رو نگاه کنیم، بریم تو اتاق بگیم خداوندم ماشینم داره کارباتورش خراب میشه، یه کاری بکن همه ببینن حال کنن کارباتورش درست شه، خداوندم چرخش یکم کمباد میشه بادش کنی لطفا. ما تعمیرگاه نمیریم که میخوایم بریم پلی خدا، ما باید یاد بگیریم چه جوری دعا کنیم، در مورد چی دعا کنیم. چرا؟ چون اگه یه ذره اشتباه کنی شاید اون فقط یه فرصت داشتی خدا رو ملاقات کنی و ازش یه چیزی بخوای و خدا پنچری ماشینی تو گرفت و دیگه هم تموم شد. یاد بگیریم به گنده فکر کنیم. به عیسی مسیح نگاه کردن یعنی این، یعنی اینکه کلام رو مطالعه کنیم. کتاب مقدس رو بخونیم، نه یه بار، نه دو بار، نه صد بار، نه هزار بار، هر چقدر وقت داریم بخونیم. اون موقعی هم که وقت نداری بخونی بهش تفکر کن، به آیه ها تفکر کن، بنگر به آیه ها، به عمقش بخواب برو، دعا کن خداوند به عمقش ببره و مثل کارهایی رو که عیسی مسیح کرد سعی کنیم بکنیم. قسمت دوم بعد از اینکه به عیسی مسیح نگاه میکنیم، همیشه در دعا باشید. کسی هست در نگرانی و سختی باشه؟ من دارم، هممون داریم به اشکال مختلف، به دلایل مختلف. نه مال شما خوارتر از مال منه، نه مال من دلیلم مستحکمتر و بالاتر از مشکلاتش. مشکلات هر کس برای خودشه و همه ما مشکلات داریم و خداوند میگه توی مشکلات دعا کنین، توی مشکلات دعا کنین. امروز ما میخوایم با مشکلاتمون دعا کنیم، ولی وقتی به مسیح عیسی نگاه میکنی نحوه دعا کردن ما اینطوری میشه: ای پدر من که در آسمانی، من میخوام در این مشکلات اعلام کنم، میدونم مشکلات دور من رو گرفته مانند حلقه آتش، ولی ایمان دارم مانند دانیال حتی قرار نیست بوی آتش رو بگیرم. من ایمان دارم مانند دانیال و شاگردانش قرار نیست لباسم هم بسوزه. من میدونم و ایمان دارم قرار نیست موهام بسوزه. من از این مشکلات بیرون قراره بیام به کاری که تو اعلام کردی توی زندگی من، چون تو خواستی نور تو بر زندگی قوم ایلام بتابه و تو نور تو مخصوص بر ما تابوندی تا در جلال نام تو بدونیم تو ما رو خواندی، ما خودمون رو نخوندیم، تو ما رو خواندی. پس ایمان دارم، باور دارم، ما حتی اگر آتش دورمون رو احاطه کرده باشه، مریضی ها، مشکلات، تنهایی، اقتصادی، ما برکت رو اعلام میکنیم به نام عیسی مسیح. ما حیات رو به جای مرگ اعلام میکنیم، ما پیروزی رو به جای شکست اعلام میکنیم، من قوت رو به جای ضعف اعلام میکنم و ما قوت رو به جای ضعف اعلام میکنیم. دعای ما این قراره باشه، دعای قبل از شروع سال 2024، نبوت ما و دعای ما، دعای ما و نبوت ما. من پیروزم چون محکوم به پیروزی هستم. باور دارین قرار ایران رو آزاد بکنیم؟ باور دارین قرار ایران دوباره ایلام بشه و بلند بشه؟ باور داری خانوادت قراره با حیات ابدی زندگی بکنه؟ باور داری عزیزت قراره بلند بشه؟ باور داری خانواده قراره دور هم جمع بشه؟ باور داری پیروزی ابدی رو؟ پس شروع میکنیم به دعای صحیح. اعتراف نیکو. اشعیا 3:10. کسی دوست داره بخونه؟ اشعیا 3:10. اشعیا 3:10. اعتراف نیکو. توی سختی ها اعتراف نیکو.
اعتراف نیکو. پس پارسایان کیان؟ کسایی که گناه نکردن. من پارسا منم، من فامیلم رامین جان پارسایه، منم جز پارسایانم. پارسایان کسایی هن که گناه نکردن، ربطی به گناه نداره. وقتی کلمه پارسایان رو توی کتاب مقدس میخونی، کسایی هن که نور رو پیدا کردن و تمام سعیشون رو دارن میکنن در مسیر نور حرکت کنن، اینا پارسایانن. نه اینکه من گناه دیگه نمی کنم، همونطور که پاولوس گفت من خودم بزرگترین گناهکارانم، من خودم در کشتیم و اینقدر مونده که بتونم آزادی کامل رو در مسیح دریافت کنم و میکنم به نام عیسی مسیح. پس هیچکی نمیتونه بیاد ادعا کنه من مقدسم. هنوز مقدسی نیستن، ولی در آینده نزدیک قراره باشن به نام عیسی مسیح. پارسایان کسایی هن که نور رو پیدا میکنن، راهش رو پیدا میکنن، به سمتش میرن در نام پرجلال عیسی مسیح، در نام پرجلال عیسی مسیح، و اعتراف میکنیم و میخوایم اعتراف بکنیم در همین وضعی که هستی حاضر بگی شکر با تمام قلبت در هر نقطه‌ای که قرار داری، در هر نقطه‌ای. چطوری میتونیم بگیم شکر؟ نگاهمون رو به مسیح بذاریم، نگاهمون رو از سختی ها برداریم، نگاهمون رو به نوری که قرار متولد بشه و ما بهش برسیم، اونجا میتونیم با تمام وجود بگیم شکر. اگه نگاهمون رو به جلوی پامون بذاریم چطوری بگیم شکر؟ همش درد و همش غم و همش بنبست و مشکل. برای همین خدا میگه اینجوری راه نرو. بچه‌ام یادتونه، نمیدونم ایران چجوری بود، حالا این اواخر من یادم نیست، بزرگترا به ما یاد میدادن، میگفتن موقع راه رفتن هیچ وقت اینطوری راه نرو بچه، همیشه سرت بالا باشه و دور رو ببین. و خداوند به ما میگه به من نگاه کن، به پایین نگاه نکن. اون وقت تمام جاده رو عبور میکنیم. چهارمی چیزی که میخوایم در موردش با هم دعا کنیم، از همه چیز شاید فعلا مهمتر، آیا کسی گرسنه و تشنه آرامش خدا هست اینجا؟ آرامش واقعی خود خدا. امشب ای پدر در نام عیسی مسیح دعا میکنم آرامی تو همونطوری که در آسمانه بر جان و دل تمام فرزندانت که تشنه آرامی هستن جاری باشد و بماند. ای پدر به نام عیسی مسیح امروز دعا میکنم ای خداوند، قومی رو که در تاریکی ساکن بودن، این ماییم ای خداوند، تو نور خودت رو آشکار کردی تا ما بتونیم جاده نور و جاده عشق رو پیدا بکنیم و از همه چیمون دست کشیدیم، هدایای درون خودمون، بهترین درون خودمون از طلا و مر و همه چی گرفته خداوند برای تو آوردیم. امروز دعا میکنم فرزندانت که این پیغام رو میشنوند به قوت روح قدوس تو جانهاشون طوری لمس بشه در آرامش تو که بهترین هدایای درونشون عشق رو و گنج عشق رو بتونن، در صندوقچه عشق رو باز کنن و مزه عشق و آرامش عشق، بوی خوش عشق از تمام وجودشون تراوت کنه به نام عیسی مسیح. ای پدر به نام پرجلال عیسی مسیح دعا میکنم ای خداوندم، آزادی و شفای تو، آزادی و شالوم تو بیاد بریزه و بماند در نام عیسی مسیح، بیاد بریزه و بماند در نام عیسی مسیح، بیاد بریزه و بماند در نام عیسی مسیح. امروز میخوایم اعلام بکنیم، خداوند به ما اینطوری یاد میده، میگه برای هم دعا کنین. حاضرین برای هم دیگه دعا کنین همین الان، بدون اینکه کسی با اسم برای کسی بخواد بلند دعا بکنه، ولی برای یکدیگر دعا کنین. خدا میگه برای هم دیگه دعا کنین. اول برای کسی که از دستش دل شکسته هستی، اول برای اونی که از دستش دل خوری، اول برای اونی که فکر میکنی تو رو آسیب زد، چه حق داشتی چه حق نداشتی، اول برای اون دعای برکت کن.
ای پدر به نام عیسی مسیح دعای برکت رو میخوایم اعلام بکنیم. ای پدر به نام عیسی مسیح دعای برکت رو میخوایم اعلام کنیم. ای پدر به نام عیسی مسیح دعای برکت رو میخوایم اعلام کنیم. ای پدر حیات رو اعلام میکنم که بر تاریکی قرار نور تو چیره بشه. ای پدر قوت رو اعلام میکنم در نام عیسی مسیح. ای پدر برکت نور رو اعلام میکنم بر زندگی تمام اونایی که بر شما جفا کردن جاری بشه خداوند، چون راهی جز صلح برای پیروزی بر جنگ و بدی و تاریکی وجود نداره. برای رسیدن به صلح خون مسیح احتیاجه و خون مسیح برای بخشیدن گناهان من و شما و خون مسیح برای بخشیدن همه اونایی که به ما گناه کردن و ظلم کردن ریخته شده. پس قدرتی که در دست ماست خون مسیحه. آیا به این قدرتی که خدا به ما داده و در دستمونه میخواییم درست استفاده کنیم؟ ای پدر دعا میکنیم نور تو بر ایران بتابه. ای پدر دعا میکنیم نور تو بر مردم ایران بتابه خداوندم. ای پدر دعا میکنیم نور تو بر تک تک قوم ها و لهجه ها و زبان هایی که به نام کشور ایران امروز شناخته شده است جاری بشه، بمانه و همه به سمت نور رو و تولد نور بیانه خداوندم. ای پدر به نام پرجلال عیسی مسیح دعا میکنم قوت نور تو کار کنه، باشد و بماند و تولد حقیقی رو جاری کنه بین قوم ایلام و ایلامیان. ای پدر به نام عیسی مسیح دعا میکنم، ای قدوس عالم دعا میکنم شالوم و سلامتی رو، هر آن کسی که مریضی داره سلامتی خداوند بر تو جاری بشه، هر آن کسی که نگرانی از دردهای درونیش داره، خبرهایی که دنیا بهش میگه برای اینکه حالش بد بشه، دپرسیون بگیره، منتظر خبر دنیا نباش. من سلامتی رو به درون تو اعلام میکنم به نام عیسی مسیح. من شالوم رو اعلام میکنم به نام عیسی مسیح و من میدونم و یاد گرفتم نور خداوند بر منه و نور خداوند شالومه و نور خداوند رو به زندگی همتون اعلام میکنم در نام عیسی مسیح. برکت رو اعلام میکنم و چیزی که از شماها انتظار دارم و احتیاج دارم و میپرسم اینه، حاضرین با هم مثل یه زنجیر برای هم و برای دنیا دعا کنیم؟ حاضرین مثل یه زنجیر باور بکنیم دعای ما قادره و دعای ما میتونه دنیا رو تکون بده، دعای ما میتونه کره زمین رو به حرکت در بیاره و دعای ما میتونه شالوم و سلامتی رو بین همه اقوام جاری بکنه. نه به قوت خودمون به نام عیسی مسیح، نه به قدرت خودمون، به قوت روح قدوس پدر که در میان ما ساکنه و امروز اینجاست. پس به نام عیسی مسیح اعلام میکنم پدر شکرت میکنم که با بودن خودت در میان ما، ای روح القدس تو رو جلال میدم و شکرگزاری میکنم. ای روح قدوس خداوند تو رو شکرگزاری میکنم و جلال میدم. امروز اعلام میکنم مرگ بر من قوت نداره. اعلام کن، اعلام کن، اعلام کن، اعلام کن، اعلام کن. هر کس برای خودش اعلام کنه مرگ بر زندگی من قدرت نداره، مرگ بر زندگی من هیچ قدرتی نداره. من امروز اعلام میکنم، من امروز اعلام میکنم مرگ، مریضی، بیماری بر زندگی من قدرت نداشته، ندارد، نخواهد داشت. من امروز اعلام میکنم ورشکستگی از نوع روحانی و از نوع جسمانی بر زندگی من قدرت نخواهد داشت، ندارد و نخواهد داشت به نام عیسی مسیح. من امروز اعلام میکنم نبخشیدن، لعنت بر زندگی من قدرت نداشته و نخواهد داشت در نام عیسی مسیح. من آزادی رو اعلام میکنم، من امروز اعلام میکنم هیچ جادویی، هیچ روح پلیدی بر زندگی من و بر زندگی تو قدرت نداره و نخواهد داشت به نام پرجلال عیسی مسیح. هر بستگی که توی زندگی شما شده باز شده اعلام میکنم به نام عیسی مسیح، به نام پرجلال عیسی مسیح. آسمان ملکوت
الهیم رو باز میکنم، آسمان ملکوت من هستم رو باز میکنم، زمین همتون رو باز میکنم، جان و فکر و دلتون رو باز میکنم، آزادی و ملکوت خدا رو به زندگیتون اعلام میکنم به نام پرجلال عیسی مسیح. امروز اعلام میکنم آسمان رو میبندم و زمین شما رو میبندم بر هر لعنت، چه نسلی، چه به هر شکلی که زندگی شما رو در تهدید و شعاع خودش قرار داده، بسته شده و از بین رفته است به نام عیسی مسیح. چون قادرم و قدرتش رو دارم ببندم لعنت‌ها رو، قادرم و قدرتش رو دارم، اختیارش رو دارم، میبندم همه این لعنت‌ها رو به نام پرجلال عیسی مسیح. باور، تمام باور کنندگان و تمام کسایی که به ایمانشون معتقدن، دریافت کن به نام عیسی مسیح، دریافت کن به نام عیسی مسیح، دریافت کن به نام عیسی مسیح. فصل نور رو مبارک میخوانم، فصل نور رو مبارک میخوانم، فصل نور رو مبارک میخوانم، فصل نور رو مبارک میخونم، فصل نور رو مبارک میخونم، فصل نور رو مبارک میخونم. میدونم برای اینکه نور بیاد خیلی از مواقع تاریکی زیادی دنیا رو میگیره، ولی وقتی این تاریکی میاد ما هاییم که قرار نورانیش بکنیم به نام عیسی مسیح و باشیم ستارگان، ستارهای درخشانی که در آسمان تاریک میدرخشن و تاریکی دیگه قدرت نخواهد داشت. پس به نام پرجلال عیسی مسیح میخواییم اعلام بکنیم، آیا ایمان داری پیروزی رو؟ آیا باور داری که سلامتی قراره بر مرگ غلبه کنه؟ آیا باور دارین عیسی مسیح بر مرگ غلبه کرد و ما نیز قادریم با مسیح عیسی حیات ابدی رو داشته باشیم؟ آیا باور دارید عیسی مسیح تمام ارواح پلید رو اخراج کرد و بیرون کرد و به داخل خوکان انداخت؟ پس من باور دارم به نام عیسی مسیح ارواح پلید جاشون درون خوکاست و بین انسان هیچ کاری ندارن، بیرونن در نام عیسی مسیح. بیرون شده اعلام میکنم به نام قوتمند مسیح عیسی، خدای زنده، خدای قادر، خدایی که میتونه، میبینه و عمل میکنه. آزادی و نور رو در پیشا پیش سال 2024 با هر وضعیتی که داره اعلام میکنم برای تمام فرزندان، چون فرزندان قرار ستاره ها باشن، ستاره ها قرار قایق ها باشن، قایق ها قرار کلیسا ها باشن، فیلادلفیا قرار اون ستاره درخشنده و قایق پا بر جای باشه که تمام کسایی که در آب در حال غرق شدن رو بتونیم بکشیم، بلند کنیم و به داخل امنیت بیاریم. پس به نام عیسی مسیح امنیت خداوند بر زندگی شما متبارک باشه، به نام عیسی مسیح سلامتی خداوند بر زندگی شما مبارک باشه، به نام عیسی مسیح جلال خداوند نور زندگی شما باشه و نور حقیقی شما باشه. امروز اعلام میکنیم حتی اگر نور خاموش باشه، به هر قیمتی باید، حتی اگر به قیمت اینکه دست من موقعی که میخواستم این شمع رو روشن کنم بوی نفت گرفت، به سختی درش آوردم، ولی به هر قیمتی شده نور باید روشن باشه، مهم نیست به چه قیمتی، باید نور خدا رو در درونمون روشن نگه داریم. و نور خدا امید زندگیه، نور خدا امید پیروزیه. ما کشورمون رو به زودی بازپس میگیریم و حیات رو بازپس میگیریم، ما بر مریضی ها و دردها قرار غلبه کنیم و قرار عزیز من بلند شه به نام عیسی مسیح و در جلال نام خداوند بلند و پر برکت بایسته و قرار بکوبیم. ما سر مار رو له شده اعلام میکنیم به نام پرجلال عیسی مسیح. ما ایمان داریم، قدرت اینو داریم که سر مار رو له کنیم. من میدونم بعضی موقع ها تاریکی انقدر خستت میکنه که حتی دهنت باز نمیشه یه آمین بیاد چون ناامید شدی. بعضی موقع انقدر خسته ای که اصلا موقعی که میخوای وارد دعا بشی سر 2,000,000 جا داره میره به تنها چیزی که توجه نمی کنی، به پیغام شالوم، به پیغام حیاته و همش مرگ رو بهش فکر میکنی، اماها و چراها رو. فرقی نمی کنه در جایی که هستیم چرا قرار گرفتیم، مثل به عیسی مسیح نگاه کنیم، نگاه کنیم که قرار پیروز باشیم. پیروزی رو نگاه کن، مشکلات گذشته رو دیگه نگاه نکن، به پیروزی نگاه کن، به مشکلات نگاه نکن،
به پیروزی نگاه کن. اگر بخوای مشکلات رو هم با خودت بیاری، پیروزی عقب میفته. بار فقط تو رو میکشه پایین، به سمت بالا نمیتونی بری. من به تو قول میدم اگر با ایمانت کوها رو بتونی جابجا کنی، ولی کوله پشتی اما و اگر و چرا و من چرا و این بدبختی ها بخوای به دنبال نور بری، میمونی وسط رو. آیا حاضری دهانتو وا کنی بگی آمین پیروزی مال منه، آمین پیروزی از آن منه، آمین باور دارم پیروزی مال منه، من باور دارم پیروزی مال منه، من باور دارم پیروزی رو دریافت میکنم، من ایمان دارم پیروزی رو دریافت میکنم، من میخوام پیروزی رو دریافت کنم، من پیروزی رو توی زندگی خودم اعلام میکنم، من پیروزی رو توی زندگی همسرم اعلام میکنم، من پیروزی رو توی زندگی پدر و مادرم اعلام میکنم، من پیروزی رو توی زندگی فرزندام اعلام میکنم، من پیروزی رو در زندگی خودم و تمام نسلهایی که از من به وجود اومده، تمام نسلهایی که قرار به وجود بیاد، من برکت رو اعلام میکنم در زندگی تو، در زندگی نسلهایی که از تو به وجود آمده، در پیروزی نسلهایی که از زندگی نسلهایی که از تو به وجود اومده قرار به وجود بیاد، من پیروزی رو اعلام میکنم به نام عیسی مسیح در زندگی تو. من به رحم تو برکت رو اعلام میکنم، من اعلام میکنم تاریکی نمیتونه میوه تو رو از بین ببره، من اعلام میکنم تاریکی قدرت کشتن حیات رو نداره، من اعلام میکنم حیات قدرت کشتن تاریکی رو داره. ما میتونیم تاریکی رو بیرون بندازیم. پس به نام عیسی مسیح نمیخوایم به تاریکی قدرت بدیم، چون قدرت در نوره. نمیخوایم عذاب بگیریم، چون قدرت در امیده. من امید دارم پیروزیم، من امید دارم پیروزیم. هر کدوم از شما در هر نقطه که قرار دارم دارین، من ایمان دارم پیروزید، من ایمان دارم پیروزید. فقط ازتون میخوام باور کنید پیروزید. همین هزینه شما اینه که باور کنید در نام عیسی مسیح پیروزی. پیروزی رو دریافت کنیم به نام پرجلال عیسی مسیح. پیروزی رو دریافت کنیم به نام عیسی مسیح. خداوند نور خودش رو تابید، چون مجوسی ها در تاریکی بودن. امروز در تاریکیات به دنبال نور بگرد و نور تا ابد بر زندگی تو درخشان خواهد ماند و پیروزی تا ابد مال توه. میخوایم در نام عیسی مسیح شهادت های ایمانیمون رو با قوت نور اعلام کنیم، تا پوزه و سر مار و تاریکی رو امروز بشکنیم به نام عیسی مسیح. نه به قوت، نه به قدرت، به روح قدوس خداوند. با همدیگه میخوایم اعلام کنیم چیزهایی رو که ایمان داریم قادر در زندگی ما کار کنه. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که میدانم همه چیز برای خیریت من در کار است، چون فرزند او هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که هر اسلحه‌ای که به ضد من ساخته شود پیش نخواهد برد، چون قرارت من از جانب پدر است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که به زخم‌های عیسی شفا یافته هستم. آمین. نام مسیح خداوند اعلام میکنم حتی اگر هزار دشمن از سمت چپ و هزار دشمن از سمت چپ مرا تعقیب کنند، پیروزی از آن من خواهد شد. آمین. و نام مسیح خداوند اعلام میکنم چون او آرامی من است اضطرابی ندارم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم خوانده شدم تا سر باشم نه دو، بلند باشم نه پس، قرض دهنده باشم نه قرض گیرنده. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم هیچ محکومیتی بر من نیست، چون روح حیات مسیح مرا از شریعت گناه و مرگ آزاد کرده است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم
قوت هر کار را دارم در مسیح که مرا تقویت ببخشد، نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح قدوس او قادرم. آمین. هللویا، 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 هللویا. شکر برای همتون، شکر برای همتون در نام پرجلال عیسی مسیح. در حین اینکه گروه پرستشی خدا برکتشون بده، آماده میشن برای اینکه بیان و با پرستش به صحن خداوند بریم. انجیل یوحنا باب 13 آیه 35، انجیل یوحنا باب 13 آیه 35 میگه همونطوری که من شما رو محبت کردم یکدیگر رو محبت کنید، همونطوری که من شما رو محبت کردم یکدیگر رو محبت کنید. راز عشق محبته و راز محبت بخشیدنه و راز بخشیدن درک فهمیدنه. هر کس هر اشتباهی میکنه واقعا نمیفهمه چی کار داره میکنه. عیسی مسیح در روی صلیب گفت ای پدر ببخش اونا رو، نمیدونن چی کار میکنن. باور من اینه از خدا عاقل‌تر نداریم، باور من اینه مهربونتر از خدا نداریم، باور من اینه راز بخشیدن راز فهمه. همه بدیایی که مردم میکنن واقعا به عمقش میرسیم نمیفهمیم. من یه نقطه رو جدا کنم، در کره زمین دو نوع انسان داریم، مخلوقات خدا، انسانهایی که شیطان در اونها ساکنن و فرزندان شیطانن. و این فقط یک کلمه نیست، این فقط یک شعار نیست. یک سری انسان‌ها توی کره زمین به ظاهری کاملا شبیه انسان، با زبان انسانی، فرزندان واقعی شیطان، از دی ان ای شیطان هستن. بدون اینکه بخوام وارد جزئیات و بگم کجا هستن و نیستن، کتاب مقدس توضیح داده. و من در مورد بخشش اونها نبود صحبت کردم، ولی وقتی آدم یاد میگیره همه رو ببخشه، خدا دیوها رو محکوم کرده، من دیگه احتیاجی نیست. اشتباهی یه نفر رو که اشتباهی گنده میکنه، خدای نکرده دست بگذارم یه چیز بد روش بگم. برای همینی که خدا به من میگه تو داوری نکن، تو فقط برکت بده، چون محکومین من داوریشون کردم. تو برکت بده، تو برکت بده. پس در نام عیسی مسیح، راز عشق راز بخشیدن و برکت دادنه، و راز برکت دادن درهای برکت رو به زندگیت باز میکنه. در انتها با پرستش رو میخواییم اعلام کنیم، من برکت یافته هستم. آمین. من برکت یافته هستم. آمین. من برکت یافته هستم. من برکت یافته هستم. من برکت یافته هستم. من برکت یافته هستم. در نام عیسی قدوس، عیسی مسیح.